سلام به روی ماهتون، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. دکتر فرشته هستم، با یک ویدیوی بسیار مهم در خدمتون هستیم. خیلی شنیدیم سکته قلبی، سکته مغزی، اما راجع به سکته چشمی خیلی کم شنیدیم. متاسفانه دیگه شرایط زندگی طوری هست که بیشتر این اتفاقا میفته. قدیمترها این مشکل برمیگشت به افرادی که سن بالایی داشتن، به خاطر همین اکثرا اطلاعات کافی راجبش ندارن. قصد ما این نیست که بهتون استرس بدیم و اتفاقا میخوایم نگرانیاتون رو برطرف کنیم. اگه اطلاعات کافی تو این مورد داشته باشید، میتونید پیشگیری داشته باشین و اگه درگیر این مشکل هستین، با راهکارهای ساده که وجود داره میتونید درمانش کنید. چون اکثرا سردرگم میشن، کارهای خیلی زیادی انجام میدن و بعد نتیجه ناقص میمونه. مشخصه، چون به علت پرداخته نمیشه و ما قصد داریم علتها رو به شما بگیم، علائم رو به شما بگیم و 3 تا درمان فوق‌العاده قوی که توی ویدیو در اختیارتون گذاشتیم. خیلی علامت خاصی نداره. به صورت ناگهانی فرد از خواب بیدار میشه و متوجه میشه یک چشمش دید خوب نداره، با یک تاریه. خیلی وقتا هم اهمیتی بهش داده نمیشه، فکر میکنن آنیه و برطرف میشه. دقیقا یکی از علتهای اصلی این مشکل غلظت خون هست. وقتی که شما مراجعه میکنین و بررسی میشه، گفته میشه انسداد شریان شبکی اتفاق افتاده و خون رسانی درست انجام نمیشه. خب این درست، چرا این اتفاق میفته؟ وقتی که خون غلیظ میشه، درست خون رسانی انجام نمیشه و اون مویرک های خیلی ظریفی که داخل چشم هستن و وظیفهشون خون رسانی رسوندن مواد غذایی به چشم هست، به عضلات چشم هست، این اتفاق درست نمیفته و یک انسدادی به وجود میاد و همون منجر میشه به اینکه شما تاری دید براتون پیش بیاد و شبکه چشمتون آسیب ببینه. اگه جزو اون دسته از کسانی هستی که عادت دارین همیشه با نور کم یا تو تاریکی دارین گوشیتون رو چک میکنین و ساعتها پای سیستم هستین، بیشتر این اتفاق براتون میفته. وقتی که ما خواب هستیم، سلول ها لیز میشن و یک حالت چسبندگی پیدا میکنن و همون خودش باعث میشه خون رسانی درست انجام نشه. اگر هم زمینش رو داشته باشیم، خونمون غلیظ باشه، که دیگه این مشکل باز بیشتر میشه. فشارخون بالا به صورت غیر مستقیم باعث این مشکل میشه. عزیزانی که دارن داروهای فشارخون استفاده میکنن، معمولا طی شب وقتی خواب هستن فشارخونشون خیلی میاد پایین و این افت شدید فشارخون باعث میشه خون رسانی درست انجام نشه و وقتی این ادامه دار هست و داره هر شب اتفاق میفته، باعث میشه انسداد شریان شبکه چشم پیدا کنید. پیشنهادمون برای شما شبیه قاشق خوردن عسله که فشارخونتون رو در حالت نرمال نگه داره و بیش از حد فشارخونتون افت پیدا نکنه. وقتی که علت مشخص میشه، درمان هم به همون نسبت خیلی راحت سره. گفتیم علت غلظت خونه، حالا باید راهکارهایی رو انجام بدیم که غلظت خون رو برطرف کنیم. اولین اقداممون بهتره که پیاده روی باشه. این ورزش بی نهایت موثره. وقتی که اونو به صورت روتین در میاریم، اثرات خودش رو نشون میده. در کنار پیاده روی باید یک رژیم غذایی مناسب داشته باشیم که کار خیلی سختی هم نیست. مایعات فراوان، نکتار میوه ها، نکتار کربز، نکتار سیب. این موضوع هم یادتون باشه، همیشه کربز رو در کنار سیب استفاده کنید وقتی که میخواین نکتارش رو درست کنید. خیلی معتدل میشه و مکمل هم هستن، تاثیرگذاریش هم قوی تر میشه. روزانه 1 لیوان نکتار سیب و کربز استفاده کنید و کمی هم بهش عسل اضافه کنید. عسل مثل یک رسانه عمل میکنه و عمل کرده اون نکتار اون دارو رو قوی تر میکنه. خیلی راجب رب انار گفتیم، خیلی راجب آب انار بهتون گفتیم. اگه میبینید که من این همه تاکید میکنم و تو اکثر ویدیو راجبش صحبت میکنم، به خاطر اینکه اثرده قوی داره، دم دسته، همه جا هست. اگه انار نباشه، رب انارش هست. و جالبه بدونین تمام خواصی که داخل انار هست، رب انار هم داره. پس شما میتونید با رب انار یه شربت فوق‌العاده درست کنید، عسل بهش اضافه کنید، آب غوره داشتین بهش اضافه کنید، نداشتید خود همون رب انار و عسل کافی هستش. 1 لیوان آب دارید، 1 قاشق بهش رب انار اضافه میکنید، 1 قاشق عسل بهش اضافه میکنید و در طول روز میل کنید. فرقی نمیکنه چه زمانی استفاده کنید، فقط استفاده کنید.
آب زرشک خیلی کمک میکنه، ضمن اینکه خون سازه، باعث خون سازی میشه، غلظت خون هم برطرف میکنه. اما خیلی ها وقتی که آب زرشک میخورن با یک سردی مواجه میشن. اصلا کار سختی نیست، با یه خورده نمک طبیعی مصرف کنید، با یه خورده عسل استفاده کنید، دیگه این مشکل رو نخواهید داشت. سرکه سیب و جدی بگیرید، سرکه بی‌نظیره. متابولیسم بدن رو بالا میبره، خون رو رقیق میکنه، اما با شرایطی که بهتون میگیم استفاده کنید. لینک ویدیویی که براتون میذاریم کامل اونجا براتون توضیح دادیم که سرکه رو چطور استفاده کنیم تا اون نتایج فوق‌العاده رو داشته باشه. دوستان، سرکه نفوذ بالایی داره و گرفتگی ها رو باز میکنه و سکته چشمی هم که یک نوع انسداد شریان شبکه چشم هست به راحتی برطرف میشه. سوپ جو رو جدی بگیرید. یک روز در میون بهتر سوپ جو استفاده کنید. سوپ جویی که با روغن زیتون درست میشه، آب لیمو ترش تازه بهش اضافه کنید یا آب گوره بهش اضافه کنید، کمی زنجبیل بهش اضافه کنید و یک سوپ متعادل با سبزیجات تازه درست کنید و یه روز در میون ازش میل کنید تا هم خونتون پاکسازی بشه، کبدتون پاکسازی بشه و وقتی که غلظت خون برطرف میشه این مشکل هم به راحتی برطرف میشه. خب حالا به صورت موضعی چه کارهایی رو انجام بدیم؟ همه ما عادت داریم وقتی که از خونه میریم بیرون عینک دودی میزنیم. خب این چیز بدی نیست، خیلی هم خوبه و ضروری هم هست، اما من بهتون پیشنهاد میکنم یه تایمایی رو عینک آفتابی نزنید. آفتاب صبحگاهی بی‌نظیره، یا آفتاب دم و غروب بدون عینک باشید و خودتون رو در معرض آفتاب ملایم قرار بدید، خصوصا چشماتون رو. چشماتون انرژی میگیره و باعث میشه دید بهتری داشته باشید. یک روز این امتحان کنید. این یک روش درمان. مورد دوم، کف دستاتون رو به هم دیگه ماساژ بدید تا یه گرمایی تولید بشه. اینم در جریان هستید که کف دستها انرژی خیلی خاصی داره. و وقتی که دستاتون گرم شد، کف دستاتون رو بذارید روی چشماتون. و چند ثانیه در همون حالت بمونید. همون لحظه تأثیرش رو متوجه میشید که چقدر شرایط بهتری داریم پیدا میکنیم. در هر صورت ما باید کارهایی رو انجام بدیم که باعث تقویت عضلات چشم بشه. گفتیم کف دستاتون رو به هم ماساژ بدین، بذارین رو چشمتون. چشماتون رو در معرض نور ملایم آفتاب قرار بدین. رقیق کننده های خون استفاده کنید. و مورد آخر میخوام بهتون بگم، عسل خوب، عسلی که کاملا خاطر جمع هستین و یک عسل کاملا ارگانیک هست، رقیق کنید، با آب جوشیده سرد داخل قطره چپون بریزید. وقتی میگیم رقیق کنید، اون میزان خاصی نداره، هدف اینه که عسل رقیق بشه. داخل قطره چپون بریزید و روزی 3 بار، صبح، ظهر، شب، 1-2 تا قطره تو چشمتون بچکونید. این موضوع وقتی که تو ویدیوهای ما برای اولین بار عنوان شد، خیلی ها جبهه گرفتن و گفتن این کار علمی نیست، اما کامنت های مثبت خیلی زیادی دریافت کردیم که این راهکارها رو انجام دادن و بعد چشماشون بیناییشون به دست آورده، عینکشون رو گذاشتن کنار، از تجربیات مادر بزرگاشون گفتن. شما هم میتونید به عنوان یکی از راهکارهای قوی برای تقویت چشماتون ازش استفاده کنید. چشم عضو بسیار شگفت انگیزیه، قدر چشماتون رو بدونید. من اخیراً توی یک ویدیوی گفتم حاضرید که یه چشم نداشتید، اما هر چیزی که آرزوشو داشتین داشته باشین. هیچ کسی جواب مثبت نداد و همه گفتن نمیارزه. فقط یک نفر این وسط اومد گفت آره، من حاضر بودم که این کار رو انجام بدم. مراقب چشمان مهربون خودتون باشید. بیاین دوباره این جمله رو با هم تکرار کنیم و فرکانسمون رو تغییر بدیم. من سالمترین، زیباترین، خوشبختترین و پر انرژی ترین آدم روی زمین هستم. حتما این لینک ویدیویی که گذاشته میشه رو ببینید. سلامت مهر بهتون کمک میکنه و مکمل هست تا بیماری هاتون رو درمان کنید.